چه خوابی آخه، این چه خوابی. بیا میام یه سکه داره بق بق میکنه. ببخشید. سلام، شاکرم، نوکرم، من اسمم میلادم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه چند تا از خوابهای عجیب غریب مردم رو در توییتر بخونیم. پس تا انتها همراه ما باشید. خفه خون بگیر تو گریدی. فانترین و عجیب ترین خوابی که دیدید چی بود؟ شما هم همزمان داخل کامنت خوابای عجیب غریبتون رو بنویسید. یه مشتری داشتیم اذیت میکرد. 3 ساعت توی مغازه بود و اعصابمو خورد کرد. یه رفتم خونه و خوابیدم و تو خواب داشتم جلوی چشای زنشو پس وایسا بچه ها خیلی بیشعوری، خوابت هم منحرفه. کسایی که خوابای منحرف دارن تو کامنت، یعنی چقدر تو میتونی آدم کثیفی باشی؟ با امیر تتلو جلوی مامانم تو آسانسور داشتیم لب میگرفتیم. What the fuck؟ امیر تتلو میاد به تو پاپته؟ لول سگ افش ایکس میلاد گوزه گرد. خواب دیدم دارم از یه تعداد خیلی زیاد بیل خورتون بریده فرار میکنم و بچه بودم میخوابیدم. انقدر فضاش دارک و واقعی بود نمیتونم فراموشش کنم. تو خواب دارک دیدی لول سگ ایکس میلاد چقدر لول گوزی تو. برمیگرده به 2 سال پیش، داشتم با یه روباه یکی زیرش نوشته من نباید جر بخورم، میفهمی؟ خیلی سمن ای توییتری ها آب دیدم. با لاک پشت های نینجا اکیپ بودی میرفتیم آدم ها نجات میدادیم. لاک پشت های نینجا آخه قزمن بر سگ رینج گوزه ایکس میلاد کینگ آخه دیگه کشتی بزرگ گیر افتاده بودم و بد مردن که بودی که پارتنرم بود اومد نجاتم داد. بعدش منو برد خونمون، مراسم گرفته بودم برام. بعد منم دیدم برای مراسم گرفتن غر کردم و مردن که بودی تار انداخت آسمون و منو برد آمریکا و ماسکشو برداشت و دیدم براد پیته و باش کات کردم چون صداقت مهمتر بود. این تو واقعیت اینا بیان جلو تایی کفششون رو لیست میزنی. خواب دیدم احدی نژاد عاشق هم شده و من دوستش نداشتم. بعد یه تفنگ گرفته بود دستش میگفت به خدا اگه با هم نیای اول تو رو میکشم بعد خودم. جمعایی زاده تو عروسی بابام کردی میرخت. بچه دار شده بودم و قایمش کرده بودم تو کمد کسی نبینش. رفتم بیرون اومدم خونه دیدم سوار دوچرخه داره با بابا میره پارک. این در حالی بود که من که رفتم نوزاد بود، برگشتم سوار دوچرخه بود. کابوس بود. خود ریدی سلطان خود بچه خواب بوده، حواسم نبود. شب خواب دیدم به جی جی میگفتم تو که صحاتو میزنی چرا خوابنده شدی، چرا بهت گیر نهتن و اینا. بعد جی جی بهم گفت باید بیشتر تمرین کنم. یهو رفت. بعد جالب اینجاست که بعد توی کافه بودم و جی جی گارسون اون کافه بود. ریدم تو خوابت. براد پیت واسمون نظری آورد. اینا همش خواب بودا. تولد پوتک رفتم تو خونش. مثل تو کارتون آلیس در سرزمین عجایب بود. تام و جری و زیدانم زیدانم بودن. کیک هم ندادن. پوتکم رفت خونه ابن سینا که فیفای شرطی بزنه. اینو حدوداً 3 هفته پیش دیدم و برای اینکه یادم نره وقتی بیدار شدم سری رفتم یه وایس از خودم گرفتم. ولی یادم نیست بعد فیفای شرطی چی شد. خطر دار، این انگاری از خودت درآوردی. ولی عجیبه چه خوابی دیدی. چون خواب دیدم من شریکم و داداش کوچیکم گربه چک پوشه و خره شریکم دوستمه و داریم میریم فیونا رو نجات بدیم. خواب دیدم مهاجرت کردم آلمان و فقط 20 یورو پول دارم. این تو خوابم یکی آها نکنش میری تو خوابم فقیریم، تو خوابم فقیری. بدبخت. تو دستشویی بودم و داشتم میشاشیدم و صبح پا شدم دیدم داشتم میشاشیدم. او 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 کسایی که اینو تجربه دارن تو کامنت ها بگن. شاش در خواب پدیده ای است که وقتی آدم خوابه نمیفهمه که شاشیده و بعد از شاش متوجه میشه که چیز شاشیده و هر کسی همچین تجربه داره و مشابه منه، نه من که نه، مشابه این فرد بگه تو کامنت ها. من تا به حال اینطور نشدم، البته بچگیام شدم. معین خواننده رئیس یه باند خلافکار بود و مهران غفوریان هم توی باند بود. آخر کار معین با تیرکمون مهران غفوریان رو کش و انتقام پسرشو که توسط اون به قتل رسیده بود گرفت. حالا فکر کنم من تو خواب از شدت غمگین بودن به حالت گریه افتاده بودم. نمیدونم چی بگم. سکوت پرفشار. توی طبقه 100 و خورده‌ای برج بودم و داشتیم با داداش دوقلوم از کجا در اومده بود نمیدونم خودمون رو مجهز میکردیم با کلی چاقو که بریم دوستای منو که توی یتیم خونه حبس کرده بودن نجات بدیم. کمپانی مارول واقعا بهم نیاز داره. واقعا کمپانی مارول به تو نیاز نداره، یه کمپانی دیگه به تو نیاز داره. برادران فدایی. این که با رونالدو دارم مازنی حرف میزنم و بزرگوار اومده بود نساجی قائم شهر
توپ میزد. مگه اینکه تو خواب ببینیم. خواب دیدم شادمهر و زنش نهار اومدن خونمون. بعد نهار آماده شدیم دستجانی با شادمهر اینا رفتیم عروسی دخترم. منم تو ماشین شادمهر نشسته بودم تا خود عروسی. جیب‌ترین خوابی که تا حالا میشد رو من اینجا دیدم و توی عکسم دبیش پیدا کردم و واسه شما گذاشتم. آخه چرا من باید اندام یوتیوبر رو تو خواب ببینم؟ او مای گاد. تو بغل سعید عزت‌اللهی بودم، بازیکن تیم ملی. نرمی بدنش هنوز زیادمه. خوبه تو یه جای دیگه نرمی کجای بدنش شده دقیقاً یادته؟ مردا یه جا بیشتر بدنشون نرم نیست. اونم سینه‌هاشونه مثلا یکم نرمه. آره. کجای بدن دیگه نرمه؟ انحرافات اجتماعی، منحرف کثیف. من منظورم چیزهای بد مثل رونه پا نیست. خفش رو ایکس میاد. زن گرفته بودم و بهش میگفتم دیگه زن و شوهریم، شماره تو بده سیف کنم. میگفت نمیدم. تو کافه بودم و بعد کراشم با رلش اومد. حالا رلش گربه با بدن انسان با دو تا باز. چرا من اینو دیدم؟ یه چی فکر میکردم که اینو دیدم؟ خود با دو تا باز چی اون وقت؟ جنگ امام با بتمن. بعد تازه میخواستم برم کمک امام، بهم گفت برو درس خون، درس مهمتره. این خواب بوده، به من ربطی نداره. ببخشید، گفتم به من ربطی نداره. ناموسن دیشب خواب دیدم تتلو یا سارن دوام میکنم و من دارم جداشون میکنم. هر با موی زدم تو قلب یه سوسیس پنیری، اون تیکش سفید شد، یعنی قلبش واکسن. ریدم تو خوابت. با اشکان اشتیاق ازدواج کردم و ناراضیم. اشکان اشتیاق عزیز اینجاست و این فرد با شما تو خواب ازدواج کرده، ناراضیه، نمیدونستم شما زن داری. لولسک مریض بودم، یکی از بازیگرای ترکیه اومد منو برد دکتر و بعد اونجا رفتیم حرم حضرت من. وای! خواب دیدم خواستگار اومده واسه مادرم، میگه یا این یا اون. منم وقتی این اومد چیز ریختم تو شربت پسر و حالش بد شد. دومی هم آشپزخونه رو مرتب نکردم و تو چایش مو انداختم. وقتی بیدار شدم از شدت سم بودن خوابم قش کردم از خنده. ریده بای خوابات تو حلق بدخواهات. الحمدلله. نمیدونم دارم چی میگم ولی واسه مادرت خواستگار اومده. خواب دیدم پرنسسم و داداشم شرکه. خواستگارم هم یه چیزی گفته و شرک غیرتی شد و میره باش دعوا کنه و بهنابانی با لحن ریمیکس هلیا میگه شرکی شر میشه نکن. دو سال پیش خواب دیدم یه دختر چینیم و توی روستا زندگی میکنم. ارتش مغول حمله کرد و منم دارم تنهایی از روستا محافظت میکنم. یعنی تو این شانس بی ادب بی نزاکت. مزخرفات که زیاد میبینم. شاهرخ سرخری رو تراسمون وایساده بود داشت سیگار میکشید. گفتم چرا بینی تو عمل مردی و انقدر لاغری؟ گفت خیلی لاغر شدم و بینیم هم دوست داشتم کوچیکتر کنم و همین برکت قسم. و 5 دقیقه سکوت به خاطر این حرف. اصلا تا آخر ویدیو ببین به خاطر این. تا جایی که یادم میاد توی یه مزرعه گندم داشتم قدم میزدم. انقدر رفتم که رسیدم به یه تپه. یهو بالای تپه 7 تا گرگ دیدم. منم که مثل خر میترسیدم 2 تا پا قرض گرفتم و الفرار. ولی بازم منو گرفتن و جرم دادن. آخه چرا؟ مگه من چیکارشون کردم؟ با یکی زیرش رود کراش داشتن. با معلم سال پنجمم. معلم سال پنجم پسر بوده یا دختر بوده؟ زن بوده. اگه مرد بوده که خیلی خوب نیست، اگه زن بوده که خیلی بدتره. رفیقم یو کشید پایین فلان داشت، همه فلان کردن و نوبت من که شد پریدم. قبل کنکور خواب دیدم دکتر زیبایی شدم. بعد از مطبم داشتم برمیگشتن، چند نفر خفتم کردن و نقاب داشتن. بعد یکیشون نقابشو برداشت، اسحاق جهانگیری بود، گفت باید دماغ منو همینجا عمل. با مهناز افشار رفته بودیم مشهد، بعد به جای هتل رفته بودیم تو خونه درختی. بعد چادرشو بسته بود دور کمرش، میخواستم برم بغلش کنم عکس بگیرم، ان خانم گفت نه کرونا زیاد شده دوباره. چیه این خوابا؟ آقا تا اینجا ویدیو جسته تا منم خوابم و یه بار یه خواب دیدم عجیب غریب تعریف کنم. یه بار خواب دیدم سوار هلیکوپترم، بعد از این بندایی دیگه هلیکوپتر میدازم پایین، میایی مثلا نظامی ها اینا میان پایین، مرز بگید به اون حرف زدن. از اون بنده انداخته بود هلیکوپتر و به من گفته بودم باید از این بنده بری پایین و بری مستقیم تو مسجد. این چیزی که تو خواب دیده بودم.
هیو گرفتم بنده رو رفتم پایین، بنده که رفتم پایین یو وسط را دیدم یه پرنده دیدم دستاش اینجوری بازه داره میاد سمتم، از دور مثل پرنده بود، هر چی نزدیکتر میشه شبیه انسان میشد. وقتی اومد خورد به هم دیدم یوسف صیادیه با دماغش بهم حمله داره میکنه. بعد آقا این خورد به هم، دوتامون تو هوا برش ول شدیم و من پاشو گرفته بودم بهم داشت پرواز میکرد، یه بودم اصلا چهرش از آدم آروم آروم تبدیل به کقاق شد، تبدیل به کلاق شد، همینجور آروم آروم اومد پایین. او رفت توی رفتیم همینجور توی یه خونه، بعد با صورت رفت تو تلویزیون، گفتم نکنه الان میشکه، رفت تو تلویزیون بایدم داره فیلم بازی میکنه، من همینجور نشستم جلو تلویزیون داشتم میخند، نمیدونم این خواب چی بود واقعا. خب بچه ها این بود از خوابهای عجیب غریب مردم و امیدوارم از این خوابها لذت برده باشید. آی خدا چرا انقدر بی انرژی هم، چرا نمیدونم دستمو بدم به کیم. و بچه ها دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، ما رپرها هستیم، ما رپرها از جمعیت ایران بیشتریم. بچه ها دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردید، عاشقتونم، شاکرتونم، نوکرتونم، خیلی دوستتون دارم و خیلی ممنونم که این ویدیو تماشا کردید، آخر ویدیو رو نگاه کنید، تمشون گرم که لایک کنید، ساب کنید، زنگولی تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.